بسم الله الرحمن الرحیم و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. ملت شریف ایران، از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون در بخشی از اداری کشور و جامعه تحولات بزرگی صورت گرفته است و این تحولات موجب پیشرفت‌های عظیم، افتخارآمیز و حتی بعضاً رویایی بوده است، به طوری که استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی و دموکراسی و دستیابی ایران به اقتدار خود در منطقه جز آرزوهای تاریخی ملت ما بوده است، به طوری که ما امروز در منطقه در این بُعد سیاسی مقام اول رو داریم و در سطح دنیا جز 10 کشور اول دنیا شدیم. اما باید اذعان کنم که متاسفانه در بخش دیگری از زندگی و اداری جامعه ما دچار کاستی ها و مشکلات جدی هستیم. در حقیقت امروز در کشور ما فقر، بیکاری، گرانی، سالی 8 میلیون پرونده قضایی، مسئله مواد مخدر و نارسایی ها و کاستی ها نشان دهنده یک مشکل جدی در اداره جامعه ما هست. طی 30 سال گذشته دولت های قبلی و دولت فعلی زحمات زیادی کشیدند، اصلاحاتی انجام دادند، هر کدام به سبکی و با برنامه‌ای و با یک تیمی، اما موفقیت های آنها مورد رضایت ملت ایران نبوده و زندگی که ما امروز در ایران داریم شایسته نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و جامعه و ملت ما نیست. خب به نظر میرسه هم در بخش اول که ما موفقیت‌های بزرگی داشتیم باید اصلاحاتی صورت بگیره که اصلاحات سیاسی من میگویم، و در بخش دوم که مربوط به اقتصاد و معیشت جامعه است یک انقلاب اقتصادی و در این حال یک تحول فرهنگی به موازات اون باید صورت بگیره. انقلاب اقتصادی، تحول فرهنگی و اصلاحات سیاسی. اما چگونه؟ همینجا لازم میدونم که من عرض بکنم که ما برای شعار دادن نیامدیم، اتفاقا برای پایان دادن به شعار زدگی در کشور آمدیم، ما برای پایان دادن به وعده و وعید آمدیم. حتی میخواهم بگویم که ما نیامدیم با شما همدردی بکنیم ولی کار جدی نتونیم برای شما انجام بدیم، بلکه ما آمده ایم یک دوره جدیدی از عملگرایی رو در کشور شروع بکنیم و بتوانیم با کمک خود شما کارهای بزرگی انجام بدیم. دولت ائتلافی کارآمدی رو از همه نخبگان کشور به وجود میاریم. اولین کار ما هم نجات اقتصاد کشور از فقر و بیکاری و گرانی و عقب موندگی ها هست و پس از آن یک جهش اقتصادی رو در کشور شروع میکنیم. من به طور خلاصه اول اجازه بفرمایید من یه خلاصه از مشکلات کشور رو عرض بکنم، راه حل های خودمون رو بدیم و بعدم یه جنبندی نهایی من خدمت شما داشته باشم. من اطلاع دارم که در بسیاری از خانواده ها جوانان بیکار وجود دارد. این بیکاری در شهرستان ها بیشتر است، در بین قشر تحصیل کرده بیکاری بیشتر است و در ضمن در قشر بانوان این مسئله خیلی وسیع تر از 23% بیکاری در قشر بانوان وجود دارد. من میدونم بسیاری از مفاسد اقتصادی اجتماعی از ناحیه بیکاری است، بسیاری از بیماری های روحی روانی از ناحیه بیکاری است، حتی متلاشی شدن خانواده از ناحیه بیکاری ها در حقیقت صورت میگیره، بی تفاوتی ها و مسائلی از این دست از بیکاری ها است. پس ما توجه جدی خواهیم کرد به رفع بیکاری. اولین بحث در بیکاری این است که ما فقر زدایی رو جایگزین فقیر زدایی میکنیم. در حقیقت ما این کار رو از طریق درخت دادن به مردم و یاد دادن درخت کاری شروع میکنیم، نه اینکه به مردم ما میوه بدهیم، یعنی ایجاد اشتغال و درآمد برای مردم انجام میدهیم. یارانه ها رو به سوی تولید و اشتغال سوق خواهیم داد و در ضمن بنگاه های موفق که در تولید، سرمایه گذاری، صادرات موفقیت های خوبی طی 10 سال اخیر داشتن، تمام اینا رو ما شناسایی میکنیم، همه ظرفیت های خالی اونها رو پر میکنیم، یک شیفت اگر هستن 3 شیفت خواهند شد و از طرف دیگه بخش های توسعه اونها رو اولویت خواهیم داد. در حقیقت شاید قریب 1000 تا لوکوموتیو و در حقیقت 1000 تا خودرو اقتصادی رو ما در کشور رو اندازی میکنیم که عقبه اینها بتونن واگن های وسیعی رو در حقیقت به سمت جلو داشته باشن. از طرف دیگه افزایش و مهارت نیروی کار رو توجه قرار خواهیم داد،
سرمایه گذاری خارجی رو در کشور افزایش میدیم، منابع مالی رو سعی میکنیم به سوی اشتغال مولد و پایدار سوق بدهیم. خب فهرست خیلی بالاتر از این است. اجازه بدید من فقط تیتروار بعضی از برنامه هم رو ارائه بکنم. مسئله بعدی گرانی است. خب من میدونم که بسیاری از مردم ما از گرانی ناراحتند، قدرت خرید اونها کم میشه، در حقیقت فقیرتر میشن. وقتی گرانی به وجود میاد مردم فقیرتر میشن. قدرت رقابت ایران در خارج کاسته شده به دلیل گرانی ها. در سال 84 دولت با تورم 12.1% شروع کرد، در سال 87 به 25% رسید. اقلام مورد احتیاج مردم حدوداً دو برابر قیمت ها طی این 4 سال افزایش پیدا کرد، در حالی که درآمد ها دو برابر افزایش پیدا نکرده. تورم دنیا متوسط 14% بوده در سال 2007 که ایران 18.4% بوده، خاورمیانه 10% بوده. خب پس یکی از کارهای مهم ما بعد از مقابله با بیکاری مسئله به کنترل در آوردن این گرانی هست که اولا هزینه‌های دولت رو کنترل خواهیم کرد، فشار دولت روی بانک مرکزی که مرتب دستور بده پول چاپ بشه و این پولا بیاد تو جامعه و اقتصاد رو متورم می‌کنه جلوش خواهیم گرفت. فشار دولت رو بانک‌ها کاهش می‌دهیم. شورای عالی پول و اعتبار رو مجدداً از خیلی قوی تشکیل خواهیم داد و از سیاست‌های انبساطی هم سعی می‌کنیم جلوگیری بکنیم و هزینه‌های دولت و حجم دولت رو متعادل خواهیم کرد. مسئله بعدی مسکن، یعنی مشکل سوم ما در حقیقت مسکنه که مسکن در ایران مسئله بسیار مهمه، ولی مردم قدرت خرید ندارن. در همه دنیا بانک‌ها 70% به خانوارها میدن و اینها با 30% هم که خودشون پول جمع میکنن میرن در حقیقت خونه میخرن. در ایران بانک‌ها حدود 38% در حقیقت مردم رو تأمین میکنند و این مسئله باعث شده که در حقیقت در ایران بعضی از اقشار باید 50% حقوق سالانشون رو، یعنی به اندازه 50 سال کارشون رو بذارن کنار تا بتونن خونه بخرن، در حالی که متوسط نرم دنیا 7 تا 10 سال حقوق سالانه شونه که کنار بگذارن اینا میتونن صاحب خونه بشن. خب ما تسهیلات رو حتما اضافه میکنیم. یکی از دلایلی که توجه داریم این است که مسکن نه تنها مشکل رفاه مردم رو حل میکنه، بلکه در کاهش بیکاری و حتی کاهش تورم هم خیلی مؤثره، البته به شکلی که ما عمل خواهیم کرد، زیرا که مسکن در حقیقت می توانیم بگوییم به 360 صنعت در کشور وابسته است. سیمان، فولاد، کاشیکاری، شیشه و حدود 360 صنعت وصل به مسکن است. یعنی مسکن مثل یه لوکوموتیوی میمونه که 360 تا واگن بهش وصله. هر واگنی مثل فولاد سازی شما در نظر بگیرید یا سیمان چقدر کارگر و اشتغال داره. بنابراین وقتی ما مسکن حل میکنیم، فعال میکنیم، با یه تیر سه نشون میزنیم، اشتغال افزایش میدیم، گرانی رو کم میکنیم، مسکن مردم رو در حقیقت تأمین میکنیم. مسئله بعد جهانگردی و ایرانگردی هست. جهانگردی و ایرانگردی هم حدود بیش از 50 صنعت بهش متصل هست. در سال 2008 800 میلیارد دلار درآمد این صنعت در دنیا بوده، ترکیه 20 میلیارد دلار درآمدش بوده، ایران زیر 1 میلیارد بوده، در حالی که در ایران مناطق طبیعی، میراث باستانی، مسئله سلامت و انواع توریسم ها وجود داره که ما اینها را فعال خواهیم کرد. ما یکی دو تا از استانهای ایران رو تبدیل به توریسم سلامت خواهیم کرد، به طوری که حتی از شیوخ و حاکمان اطراف ایران که آدمای بسیار پولداری هم هستن بیان، هم در حقیقت ایرانگردی داشته باشن، هم سلامتشون رو در ایران پیدا کنن به جایی که برن به پاریس و در حقیقت در اروپا مشغول بشن. مسئله بعد مسئله بازار پول است که ما بازار پول رو در حقیقت سر و سامان خواهیم داد و تلاش میکنیم که این بازار از این حالت محدود شدنش بیرون بیاد. بازار پول ایران واقعا محدود است. سرمایه های خارجی بیشتری رو ما وارد کشور خواهیم کرد. مسئله دیگر مشکل کسب و کاره. کسب و کار مثل جاده میمونه که اتومبیل باید توش حرکت بکنه. وقتی محیط کسب و کار